تعطیلات عید، همه بیکارن، معمولن سر کار نمیخوان برن، درس و مشقی ندارن، خبری از کلاس آنلاین و حضوری و این صحبت ها نیست. خب این فیلم ها رو ببینین. سلام رفقا، چطوری؟ من امیرم و به چنل موویشن خیلی خوش اومدین. امروز میخوام فیلمایی رو بهتون معرفی بکنم که داخل تعطیلات عید بشینید ببینید و صفا کنید و تعطیلات خودتون رو پر کنید و حوصله‌تون سر نره. اما قبل از اون، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چون با این کارتون خیلی بهم کمک میکنین. چنل موویشن رو سابسکرایب کنین، زنگوله هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشین. برو بریم. فیلم شماره 1، رستگاری در شاوشانک. رستگاری در شاوشانک یکی از بهترین فیلم‌های جهانه که سال 1994 توسط فرانک درابونت ساخته شد. در مورد شخصیه که به اتهام قتل همسرش به حبس ابد محکوم میشه. اون سالها توی زندان موند و به واسطه دوستی با یه قاچاقچی بزرگ به پولشویی رئیس زندان پی برد و بعد از اون خودشو برای یه کار بزرگ آماده میکنه. پایان این فیلم به اندازه جذابه که هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه. خود فیلمم پر از بالا و پایین و صحنه های درام و هیجان انگیزه. توی تعطیلات عید اگه این فیلمو ندیدین حتما ببینیدش و از دستش ندین. فیلم شماره 2، گادفادر نسخه اول و دوم. راجب گادفادر که من اصلا کلن مفصل یه ویدیو میسازم و داخل یه ویدیو نمیشه راجب این فیلم توضیح داد. گادفادر سوم معرفی نکردم چون خیلی خوششون نمیاد و میگن ضعیفه، اما اونم باز به نظر من دلیل داره و توی ویدیوی گادفادر حسابی بهش میپردازم. اگه فیلم گادفادر مخصوصا نسخه اول و دومش رو ندیدین، دیدنشو حتما باید توی برنامه تعطیلات عیدتون بذارین. این فیلم توسط فورد کاپولا ساخته شده و داستان فیلم انقدر جذاب و گیراست که هنوز که هنوزه بعد 50 سال قابل احترامه و همه چه مخاطب چه منتقد به خوبی از این فیلم یاد میکنن. داستان فیلم در مورد خانواده کورلئونه است و مشکلایی که خانواده های مافیایی چه از درون خانواده و چه از بیرون دارن رو نشون میده. فیلم شماره 3، فارست گامپ. Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. فارست گامپ فیلمیه که هیچ وقت صحنه‌های جذاب اون از ذهنتون پاک نمیشه. علاوه بر اون کلی دیالوگ خفن داره که حسابی وسط فیلم قلقلکتون میده. فارست گامپ اسم شخص کنذهنیه که تو قرن 20 میلادی توی خیلی از حوادث مهم آمریکا حضور داشته و حتی روی اونا اثر گذاشته. البته این شخص واقعی نیست، توی فیلم اینطوری بوده. فارست گامپ با اینکه کند ذهن به ظاهر، ولی وارد هر کاری که بشه داخل اون میدرخشه و هیچ وقت هم کم نمیاره. فارست گامپ کسیه که به ظاهر کند ذهنه، بالا و پایینای زیادی رو داخل زندگیش تجربه میکنه، ولی به معنای واقعی کلمه انسانه. این فیلم با بازی درخشان تام هانکس توجه خیلی از کارشناسا رو خودش جلب کرد و باعث شد که فارست گامپ به عنوان یکی از آثار انگیزشی و تاثیرگذار سینما شناخته بشه. بازم پیشنهاد میکنم که اگه این فیلمو ندیدین حتما یه وقتی براش توی تعطیلات عید بذارین و حسابی حال خودتون رو خوب کنین. فیلم شماره 4، 7 یا 7. سال 1995 دیوید فینچر با ساخت فیلم 7 دو ژانر جنایی و وحشت رو با هم دیگه ترکیب کرد و فیلمی رو تولید کرد که بعد از 27 سال هنوز طرفدارای زیادی داره. توی این فیلم مورگان فریمن و براد پیت به بهترین شکل بازی میکنن. توی این فیلم همکاری این دو نفر رو روی پرونده جنایی میبینیم که
همه قتلای انجام شده داخل این پرونده بر اساس 7 گناه کبیره بوده و شخصیت‌های اصلی باید اون رو رمزگشایی کنن. Is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm with Homicide 5. فیلم شماره 5 Inception. One thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. اگه به فیلم‌های علمی تخیلی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنم که حتما اینسپشن ساخته نولان رو ببینید. توی این فیلم لئوناردو دیکاپریو به عنوان یه سارق حرفه‌ای ایفای نقش کرده. اما مدل سرقتش یه کمی خاصه. چیزی هم که می‌دزده خاص‌تره. با قدرتی که داره می‌تونه به ضمیر ناخودآگاه افراد نفوذ کنه و افکار اونا رو بدزده. ولی خیلی جالبه اگه همچین قدرتی داشتیم ما. نولان گفته که حدود 10 سال روی این فیلم داشته ایده پردازی میکرده و نتیجه این تلاش دریافت 10 جایزه از فستیوال‌های معتبر و تبدیل این فیلم به یکی از بهترین فیلم‌های جهان تو سال 2010 بود. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream. فیلم شماره 6 در جستجوی خوشبختی. This time when I was 28 years old, when I had children, my children were going to know who their father was. Chris Gardner was doing. این فیلم از بهترین فیلم‌های انگیزشی تاریخ سینماست که هر لحظه مخاطب رو درگیر خودش می‌کنه. این فیلم داستان پدری رو نشون میده که موانع زیادی توی کارش داره. اون با وجود همه مشکلات تلاش می‌کنه که به هدف خودش یعنی خوشبختی برسه. بازی ویل اسمیت داخل این فیلم به شدت درخشان بود. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. فیلم شماره 7 فریگای. این یکی از اون فیلماییه که حسابی سرگرمتون میکنه. صحنه هایی هم داره که باعث میشه که حسابی ۲۰۲۱ رایان رینولدز داخلش بازی کرده. یه فیلم به شدت سرگرم کننده و مناسب تعطیلات عیده. اگه گیمرین و اهل گیمین خیلی از بازی خوشتون میاد، مخصوصا بازی جی تی ای، پیشنهاد میکنم که این فیلمو حتما ببینید. خب بچه ها، با آخر این ویدیو رسیدیم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. این بغل دوتا ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که حتما یه سری بهشون بزنین. موشکافی سریال وایکینگز والهالا و بهترین سریال های جهان. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون باشه که این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.